Iran's malign behaviors, ongoing support to proxy militias, support for terrorist organizations, and development and proliferation of ballistic missiles destabilizes the region and threatens our partners. These are the challenges. But despite them... سفیر ساترفیلد، کفیل دستیار وزیر خارجه در دفتر امور خاور نزدیک در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت نقش شرورانه رژیم ایران، حمایت آن از شبه نظامیان و سازمان‌های تروریستی، توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک منطقه را بی‌ثبات و متحدان ما را تهدید می‌کند. به افسود ما یک ارزیابی مشترک با متحدانمان داریم که رژیم ایران تهدیدی برای امنیت مشترک ما و برای امنیت بین المللی است که ما باید مشترکاً و سریعاً بدان پاسخ دهیم. Who are unjustly detained. How deeply concerned I am. تد دویچ، عضو ارشد زیرکمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت رژیم ایران فعالانه و به گونه‌ای تهاجمی نفوذ شریرانه خود را در منطقه گسترش می‌دهد. تردیدی وجود ندارد که منافع امنیت ملی ما حکم می‌کند که با گسترش خطرناک این رژیم مقابله کنیم، از جمله در یمن، لبنان و سوریه. Lebanon, Iraq and Syria. زینب جلالیان، زندانی سیاسی در زندان خوی، در اعتراض به وضعیت بد زندان و وضعیت جسمانی بد خود در یک نامه سرگشاده از جمله نوشت: ای جلادها، صدای آزادی خواهی من را پشت میله‌های زندان می‌شنوید؟ بگذارید خیالتان را راحت کنم. یک آزاده با فکر و اندیشه اش مبارزه می‌کند، نه با جسم خیش. برای من حتی مردن و درد کشیدن در راه آزادی گواراست. هیچ کس و هیچ چیزی آنقدر قوی نیست که بتواند مرا از رسیدن به اهدافم باز دارد. به تنهایی از همه قوی ترم و به راهم ادامه خواهم داد. به گزارش برایت بارت، یک منبع ارشد محافظه‌کار در انگلستان گفت وزیر کشور انگلستان آماده است گروه تروریستی حزب الله تحت حمایت رژیم ایران را در تمامیتش غیرقانونی اعلام کند. وزیر کشور انگلستان گفته است در این رابطه اقدام قاطع می کند و طی هفته‌های آتی این مسئله را محقق می کند. شماری از اعضای کنگره آمریکا از توافق آمریکا و کره شمالی استقبال کردند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس، در بیانیه‌ای از این تصمیم حمایت کرد. سناتور لندزی گراهام، عضو کمیته نیروهای مسلح سنا گفت کره شمالی از بیم رویکرد قوی دونالد ترامپ به مذاکره تن داد. سناتور جمهوری‌خواه رند پال ضمن ستایش از توافق آمریکا با کره شمالی گفت هر کاری برای جلوگیری از جنگ کار بزرگی است. خلال حمله تصعید الاخيره للنظام على مدن وبلدات ادلب، شبکه حقوق بشر سوریه طی گزارشی اعلام کرد طی حملات هوایی رژیم اسد و روسیه طی سال گذشته به منطقه ادلب 1109 شهروند غیر نظامی از جمله 255 کودک و 209 زن کشته شدند. این گزارش می‌افزاید میزان حملات رژیم اسد و رژیم ایران با پشتیبانی هوایی روسیه به مناطق مسکونی از سپتامبر 2017 به این سو افزایش یافته است و طی این مدت 233 مرکز آموزشی، درمانی و بازار مورد حمله قرار گرفتند. در این حملات همچنین از تسلیحات ممنوع استفاده شده است.